4 نفر در یک روز در حالت غرق‌شوی نجات داده شدند. دو نفری آنها نورسانی 14 ساله بودند. حادثه مذکور سنه 7 ایول هنگام آبازی در دریای سیر به عمل آمده است. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در شهر خوجند برابر آگاه شدن از این حادثه شهروندان غرق شده ایستاده را از آب بیرون کردند و یاری اولینی طبی رسانیدند. دو ребят несовершеннолетних поплыли с дамбочки. Сверху по течению, там, где место, где запрещено купаться, они оттуда поплыли, нырнули. Там как раз струя сильная, водоворотики имеются. Заплыли за буйки, стали тонуть. Хорошо, смена, ребята на смене, спасатели, отреагировали быстро. Успели вовремя, вытащили их, спасли, оказали первую помощь. Успокоили, они перепугались, ребята, успокоили, все, отправили домой. Ближе к вечеру уже взрослые люди, немножко, как говорится, в алкогольном опьянении, также решили переплыть речку. Начали переплывать и уже ближе к левому берегу начали тонуть. Ребята на смене также, спасатели, быстро среагировали, завели лодку, быстро подъехали, уже вытаскивали, пришлось за ними нырять. Вытащили, привезли в штаб сюда, на берег, на базу, оказали первую медицинскую помощь. در ده روزی آخر این دهمین حادثه غرق‌شوی در دریای سیر می باشد. در نتیجه آن پنج حالت فوت به قید گرفته شده است که سه نفری آنها نابالغان می باشند. از شماره نجات یافتگان نیز چهار نفرشان نورسان می باشند. بنابر معلومات مسئولین ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت سوخت، اکثریت نورسان برای آبازی به نظارت کلانسالان می آیند. هنگام آبازی باشد قاعده‌های عادی را رعایت نمی کنند. اگر حالت‌های غرق‌شوی آخران را تحلیل نماییم، اکثریت آنها جوانان یعنی که نابالغان میباشند که خود سرانه به رهبلدی یگان والدین یا که شخصانی که آنها را ایواز میکنند وارد آب میگردند حیات خود و نزدیکان خود را زیر خطر میگذارند. روزی گذشته که دو نفر را سری وقت نجات دادند، پیش از این باشد در نزد ساحل باغ فرهنگی فراغتی نوروزگاه دو نفر ساکنان ناحیه جابر رسولوف که به رهبلدی یگان نفر با شناوری مشغول میشدند با سری وقت خبردار شدند آنها را نیز نجات دادن و خواهش کرده می شود که از فرصتی مناسب استفاده برده از تمام ساکنان و مهمانان ولایت احترامانه خواهش می نماییم که کودکان نابالغ خود را به نظارت نگذارند، به مسئولیتی به اهمیتی ظاهر نکنند، زیرا به مسئولیتی و به اهمیتی آنها با مصیبت انجام یافتنی حادثه می گردد. ضمن نبرگیری ما نیز عیان گردید که اکثریت نورسان به رهبلدی کلانسالان به ساحل دریا آمدند و با آبازی مشغول می شوند. چنده آنها حتی با سر و لباس مکتبی به این مکان آمدند. این درک از آن می‌دهد که نورسان پس از سپریدن امتحانات از مکتب به ساحل دریا آمده با آبازی مشغولند. بر زمین این اکثریت نفران در جایهایی که خطرناک است و آبازی نمودن من می باشد با شناوری مشغول می شوند. در شهر خوجند همگی 10 منطقه خفناک از جانب متخصصان با موجود بودن گرداب ها، چقوری ها و تیز بودن مجرای آب به حیات و سلامتی شناکنندگان خطر ایجاد میکند و ممنوع حسابیده میشود. این هم باشد در ساحل باغ فرهنگی فراغتی نوروزگاه، پل جشنی، بیماری های دلشناسی، نزد چایخانه اهرالله، پل اسماعیل سامانی، نزد شعبه کارهای داخلی و باغ فرهنگی فراغتی کمالی خوجندی، باغ فرهنگی فراغتی غلبه و میکرانوهی سینزده می باشد که همه سالا در منطقه مذکور حالت های ناگواری غرق‌شوی به قید گرفته می شوند. در نزد ساحل دریای سیر نوبدار شبانه روزی تشکیل گردیده است. در آن نجات دهندگان بخش کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی شهر خوجند با تجهیزات و تکنیکای لازمه جلب گردیدند. نووبسته به این شهروندان را نیز میباید برای آبازی مکانی به خطر را انتخاب نمایند. گزارش اوغلوی رجب و صبحان عادل جانف برای برنامه اطلاعاتی امروز.